گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از بخش مراقبت‌های ویژه کرونا، کووید 19 چه تأثیری بر نظام ملی بهداشت بریتانیا گذاشته؟ چالش‌های دولت جدید آمریکا در مسیر بازگشت به برجام، از توسعه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تا گسترش حضورش در منطقه و نقض حقوق بشر. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. و نگاهی به میراث سیاسی 45مین رئیس جمهوری آمریکا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. بریتانیا یکی از کشورهایی است که این روزها با موج دوم همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. موجی که آمار و ارقام نشان می‌دهد از موج اول شیوع بیماری هم شدیدتر است. بیمارستان رویال لندن به بی بی سی اجازه داده که به صورت اختصاصی از بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بازدید کند و از نزدیک ببیند اوج‌گیری شیوع کووید 19 چه تأثیری روی این بیمارستان و کلاً نظام ملی بهداشت بریتانیا موسوم به NHS گذاشته. در این گزارش اختصاصی با پزشکان و پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان گفتگو کردم. روز از نو با دشمنی آشنا، مبتلایان به کووید بیشتر و قربانیانی افزونتر. کسان دیگری هستند که باید به این ورطه خیره شوند تا چشمان ما از رویارویی با آن در امان باشد. مثل هانا، مدیر سردخانه بیمارستان رویال لندن. عضوی از یک تیم کوچک 5 نفره که مسئول رسیدگی به پیکر صدها بیماری هستند که جانشان را در این همه‌گیری از دست دادند. آدم چطور میتونه خودش رو آماده این بکنه که مردم همینطور بمیرن و بمیرن و باز هم بمیرن؟ هرچند این وظیفه ماست و هر روز کنار بقیه غذا میخوریم، دیگه این حجم تلفات اثرش رو روی ما گذاشته. شبیه تسمه نقاله به نظر میاد؟ آره، به نوعی بله. دوست ندارم از این زاویه بهش فکر کنم، اما بله. تقصیر کسی نیست، بله. نتیجه همه گیریه. خیلی باید ببخشید. میدونین من سال هاست که این کارمه. وقتی کسی بهتون میگه چه احساسی بهت دست میده، این حسیه که دارم. تراوش تلاطم درون. و ما همچنان تشنه دیدن ظاهری قوی هستیم، چهره دلیر در کسانی که از طرف ما در بیمارستان‌هایی که هر روز پرتر می‌شوند با ویروس می‌جنگند، از جمله بیمارستان رویال لندن. چند طبقه مریض کووید داریم؟ یک سری مریض طبقه سوم و چهارم داریم. این بخش که تا اون طرف ادامه داره 29 نفر بستری هست. طبقه ششم، هفتم، هشتم. یه مریض کووید 19 دیگه اینجاست. طبقه نهم. یکی دیگه اینجا. دهم، یازدهم. دوباره تا اون یکی طرف 29 نفر دیگه. دوازدهم، سیزدهم. این سومین بخش ماست با 31 مریض. و طبعا این طبقات بالا. هر چهار تای این بخش های چهار تخته هم مریض کووید بستریه. طبقه چهاردهم و پونزدهم. جمعاً 12 طبقه. 12 طبقه از 15 طبقه، بیشتر از 400 بیمار و پرسنل به تعداد کافی نیست. وضع جنون آوری است. علی‌رغم همه داروها و تجهیزات مدرن، روش ساده‌ای مثل غلتاندن دوره‌ای بیمار مبتلا به کووید یا روی شکم خواباندن می‌تواند به ورود اکسیژن به ریه‌های زخم خورده کمک کند. به نیروی انسانی فوق‌العاده‌ای نیاز است. برگرداندن و برگرداندن و برگرداندن، هر روز پس از دیروز. و در میانه این طوفان، دکتر ماری هیلی هم مدیر است و هم دوستی برای همه. او برای کسانی که علی‌رغم تأثیری که همه‌گیری روی سیستم بهداشتی بریتانیا گذاشته، کمتر به رعایت فاصله اجتماعی و ماسک زدن اهمیت می‌دهند، فرصت تأمل ایجاد می‌کند.
فکر میکنم عموم مردم میخوان کار درست انجام بدن، ولی احساس میکنم کاملا سطح مشکل رو درک نکردن. فکر نمیکنیم براشون مهم باشه. فکر میکنید مردم متوجه میزان فشار نیستن؟ نه. فشاری که روی همه کسانی که کار میکنن تو این بیمارستان و همه جای کشور؟ مطمئنم که متوجه نیستن. به نظرم اگه میدونستن از رعایت توصیه ها دریغ نمیکردن. قبل از بحران کرونا بخش مراقبت های ویژه بیمارستان رویال لندن ظرفیت پذیرش 44 بیمار رو داشت. بعد از شروع همگیری این ظرفیت رو تا دو برابر بالا بردن و زمان اوج بیماری در تابستان پذیرای 88 بیمار بودند. امروز 140 بیمار اینجا بستریه، بیش از 3 برابر ظرفیت اولیه این بخش، و این تعداد هر روز بالاتر میره. فشار زیاد روی همه هست، روی تمام پزشکا، روی نرسا، مخصوصا روی نرسا، که خب ما همیشه یه مریضی که به دستگاه تنفسی وصله یه نرس باش هست، ولی الان به مرحله رسیده که یه نرس اینتنسیو که از 4 تا مریض مواظبت میکنه، و خب کسای دیگه اومدن که دارن کمک میکنن به ما. گروه های مختلف اومدن، حتی جراح ها و تمام پزشکای دیگه از جاهای دیگه بیمارستان اومدن دارن به ما کمک میکنن، کارهای نرسا رو انجام میدن و به ما تو کارهای پزشکی هم انجام میدن. بازگشت به بخش. سطح اکسیژن یک بیمار مبتلا به کووید به شدت سقوط کرده. 25 ساله است. باید سریع روی شکم خوابانده شود. اما ممکن است مراقبت‌های تخصصی بیشتر در یک مرکز حمایت حیاتی برون پیکری برای اکسیژن کردن خونش با ریه مصنوعی لازم باشد. در حالی که کتی مک‌گلاین پرسنل را برای زنده نگه داشتن بیمار هدایت می‌کند، دکتر پرجام ذوالفقاری که موج دوم کووید 19 را با وجود نظرهای مخالف پیش بینی کرده بود، با بیمارستان پپورث در کمبریج تماس می‌گیرد. اما خبر بدی است. فشار واقعا زیاد است و اینجا تخصص این تیم حرفه‌ای خودش را نشان می‌دهد. یک نفس راحت. بالاخره اکسیژن کافی به ریه های بیمار میرسد. کتی پزشک مراقبت های ویژه نیست. متخصص بیهوشی است که مثل جراحان، متخصصان اطفال و ایمونولوژیست ها در این بحران مخوف کرونا به کمک آمده. چقدر نگران بودی؟ الان حالم بهتره. همینطور عرق می‌ریزم. دلیلش هم فقط تجهیزات حفاظت شخصی نیست. مسئله اینه که مریض جوون، خونواده و بستگان داره، با ارزشه و ما داریم سعی می‌کنیم نگهش داریم و خوبش کنیم. آره، خیلی ترسناکه. ترسناک. کلمه‌ای که معرف موج دوم کووید برای NHS است. دلخراش، تعریفی دیگر. ماری هیلی بیمار 28 ساله‌ای را ویزیت می‌کند که هیچ بیماری زمینه‌ای ندارد، اما بیشتر از 3 هفته زیر دستگاه تنفس مصنوعی بوده. خیلی آزاردهنده است. در این مرحله عارضه خیلی شدید و جدیه. یکی از بستگانش هم در بخش مراقبت‌های ویژه است. He's also got other family members in critical care as we speak. وقت تماس با همسرش است. نه، میدونم حالش خیلی بده و ممکنه جون سالم به در نبره. خیلی متاسفم که باید اینو بگم. میدونم عزیزم، میدونم. میدونم، نگران نباش. هر کاری که از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم. خیلی سخته، چون خیلی مشکله، چون خانواده بیچاره زیر فشار روحی زیادی رفته. خیلی هم مهربونن که این کارو سخت‌تر می‌کنه. تراوش آشفتگی درون. باران آینه اشک‌های اخیر شمیمه برای خانواده‌اش است. وقتی به تماس ماری جواب داد که همسرش برای زنده ماندن می جنگید.
فتانه فرج‌اللهی، بی بی سی. جو بایدن با وعده دور برگردان در سیاست‌های دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، از جمله درباره ایران و توافق هسته‌ای. حمله به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یکی از وعده‌های دونالد ترامپ در رقابت‌های دوره قبل بود و عمل به این وعده‌اش یکی از عمده‌ترین میراث‌های دولت او شد. حالا با قدرت گرفتن جو بایدن و دموکرات‌ها هم در کاخ سفید و هم در کنگره، چه چیز در انتظار روابط بین ایران و آمریکا خواهد بود؟ جن ساکی در اولین کنفرانس خبری کاخ سفید گفت که دولت آمریکا به دنبال تقویت و تمدید محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران است و این موضوع بخشی از رایزنی‌های اولیه آقای بایدن با سران کشورها و متحدان آمریکا خواهد بود. آقای بایدن گفته است که اگر تهران تعهد جدی به توافق اتمی یا برجام را از سر گیرد، واشنگتن هم دوباره به آن باز خواهد گشت. جزئیات بیشتر از همکارم هادی نیلی از واشنگتن. کشتی سیاست در آمریکا را کشتیبانی دیگر می آید و کشتیبان جدید را سیاست دیگر، از جمله در روابط خارجی. جو بایدن با وعده هایی به ریاست جمهوری رسیده که اغلب آنها خونسا کردن تصمیم های دونالد ترامپ است. درباره ایران و توافق هسته ای هم همینطور. از جمله نخستین چهره های کابینه آینده اش که از آنان رونمایی کرد، گروهی بودند که قرار است سیاست خارجی آمریکا را پیش ببرند. چهره‌هایی که نشان از امتداد کلی سیاست‌های باراک اوباما دارد. این تیم نشان می‌دهد آمریکا برگشته، آماده برای رهبری کردن جهان، نه عقب کشیدن از آن. یک بار دیگر نشسته بالای میز، آماده مقابله با دشمنانمان و نه پس زدن همپیمانانمان. جو بایدن در کارزار انتخاباتیش بارها گفت که دونالد ترامپ باید به دیپلماسی با ایران رو می آورد. از رئیس جمهور این 4 سال گذشته انتقاد می کرد که از توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برجام کنار کشیده. توافقی که در ازای تعلیق برخی تحریم‌ها نظارت شدید و محدودیت‌های بر برنامه هسته‌ای ایران گذاشت. برخی حامیان برجام که در این حال خواستار شدت عمل در قبال تهران بودند، هم در این 4 سال منتقد سیاست دونالد ترامپ بودند. آنها حالا میگویند در این اوضاع جو بایدن بر سر ایران دست پری دارد. از جمله این مقام ارشد در دولت اوباما که بعد رئیس نهاد غیر دولتی متحد علیه ایران هسته‌ای شد برای افزایش فشار بر تهران. اما بعدتر که برجام سر گرفت، از ریاست این مؤسسه کناره گرفت و از توافق حمایت کرد. President Biden will inherit tremendous leverage in the form of economic pressure. در مسئله ایران اهرم‌های بسیار بزرگی در قالب فشار اقتصادی به رئیس جمهور بایدن به ارث میرسه و علاوه بر اون فکر میکنم رئیس جمهور بایدن میتونه همکاری دیگر اعضای برجام رو جلب کنه، دست کم از 3 کشور اروپایی، تا از تلاش‌ها هم برای احیای برجام و هم برای آغاز مذاکرات تکمیلی درباره محدودیت‌های هسته‌ای و برنامه موشکی ایران حمایت کنه. اینه که فکر میکنم دولت بایدن در موضع خوبیه برای این مذاکرات در آینده. در این انتخابات حزب دموکرات، حزب پیروز، وعده های مشخصی درباره نحوه طرف شدن با ایران در صورت پیروزی نامزدش داده بود. تضمین عدم سیاست تغییر حکومت، کاهش تنش ها، بازگشت متقابل به برجام، بست محدودیت‌های هسته‌ای و پرداختن به دیگر نگرانی‌ها از جمله موشک، فعالیت منطقه‌ای و سرکوب داخلی. The very logic of the Iran nuclear deal was that it would be narrowly focused on the question of Iran's nuclear program. منطق توافق هسته‌ای با ایران این بود که خیلی دقیق متمرکز باشه روی برنامه هسته‌ای ایران و آمریکا هم همه ظرفیت‌هاش، یعنی تحریم‌ها، توانایی اطلاعاتی و بقیه ظرفیت‌های بازدارنده‌اش رو نگه داره تا در همه مسائل دیگه بر ایران فشار بیاره. نه که فکر کرده باشیم به مسئله هسته‌ای میرسیم و علاوه بر اون همینطوری فرض میکنیم که ایران یک شبه رفتارش رو هم عوض میکنه. اعتقاد داشتیم که اگه برنامه هسته‌ای ایران رو مهار کنیم، بعد میتونیم بعضی مسائل دیگر رو هم تکه تکه رفع کنیم. دیپلماسی هوشیارانه پشتگرم به بازدارندگی ما رو به توافق هسته‌ای ایران رسوند. حالا هم همچنان تک تک مسائلی رو که با ایران داریم، تک تک تهدیدها و چالش‌هایی رو که ایران عرضه میکنه زیر نظر داریم. ولی بدون این فرض که توافق در یک زمینه لزوماً به پیشرفت در زمینه دیگه هم منجر میشه. Each of the threats and challenges that Iran poses.
مقام‌های تهران و مقام‌های دولت آینده در واشنگتن هر کدام می‌گویند اول دیگری به اجرای تعهدات برجامیش برگردد تا آنها هم به اجرای تعهدات خود برگردند. The two sides will need to agree to some schedule for parallel steps. لازمه دو طرف درباره یک برنامه برای اقدامات موازی توافق کنند که دو طرف همزمان عمل کنند تا به توافق هسته‌ای اولیه برگردند. مسئله دوم که دو طرف باید مذاکره کنند شرایط مذاکرات بعدیه. اینکه چه کسی در اون دخیل باشه. بایدن این ایده رو مطرح کرده که شاید بخواد کشورهای دیگه ای از منطقه رو هم بیاره در مذاکرات. مثلا عربستان سعودی یا امارات. دستور کار مذاکرات جدید چه خواهد بود؟ اینها مسائلیه که باید قبل از احیای برجام سرش توافق کنند. The original nuclear deal is restored. حالا جو بایدن در حال و هوای ریاست جمهوریش را آغاز می‌کند که هم حزبی‌های او هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا اکثریت را در دست خواهند داشت. اکثریت دموکرات در کنگره بعد از 12 سال. هرچند وضعیت در مجلس سنا که می‌تواند معاهدات بین‌المللی را تایید کند برای دموکرات‌ها شکننده است و به همراهی جمهوری‌خواهان هم نیاز دارند. آیا این وضعیت می تواند باعث شود مقام های تهران خواستار تصویب توافق در مجلس سنای آمریکا شوند؟ فکر می کنم در این شرایط همچنان تصویب یک معاهده بین المللی با ایران در مجلس سنا دشوار باشه. لازم تعدادی از سناتورهای جمهوری خواه رو هم با خودشون همراه کنند و با توجه به میزان عدم محبوبیت در مجلس سنا به نظرم تایید برجام در سنا خیلی سخت خواهد بود. حتی بین بعضی کسایی که از برجام و مذاکره با ایران به طور کلی حمایت می کنند این درخواست خیلی زیادیه و از نظر سیاسی خیلی دشواره، ولی میشه حد زد این یکی از درخواست‌های ایران از آمریکا باشه. اما با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن و سیاست جدید، آیا تنش‌ها دست کم به قبل از دولت دونالد ترامپ برمیگردد؟ متغیرهای متنوعی در کار است و آمریکا تنها تصمیم گیرنده نخواهد بود. The more that Iran conducts provocations in the region, the more هرچه ایران بیشتر در منطقه رفتارهای تحریک‌آمیز انجام بده، همپیمانان آمریکا در منطقه بیشتر نگران میشن درباره تعهد ایران به توافق منطقه‌ای. به نظرم ایران در تعیین وضعیت خیلی موثر خواهد بود که فعالیت‌هاش رو در منطقه کمتر کنه یا بیشتر، چه از طریق نیروهای شبه نظامی مورد حمایتش و چه با برنامه موشکیش. در این 4 سالی که گذشت شهرهای مختلف ایران بارها شاهد اعتراض‌های گسترده بودند، اعتراض‌هایی که با سرکوب سنگین پاسخ گرفتند و شمار کشته شدگان به صدها نفر می‌رسد. وزیر خارجه پیشنهادی جو بایدن پیشتر در اوج اعتراض‌های آبان سال گذشته از موضعی حمایت کرده بود که به رئیس جمهور وقت آمریکا می‌گفت بهترین کاری که می‌تواند برای معترضان ایرانی بکند سکوت است. اما او هم در هفته‌های اخیر با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جدید هم صدا شد که اعدام روح الله زمران نمونه دیگر از نقض وحشتناک حقوق بشر توسط رژیم ایران خواند. فعالان مخالف جمهوری اسلامی و کنشگران حقوق بشری میگویند دولت جدید آمریکا نباید وضعیت سیاسی داخل ایران را نادیده بگیرد. دولت جدید میتونه این کار به چند روش انجام بده. اولا برخلاف عملکرد دفعه قبلیش میتونه حقوق بشر را علنا قسمتی از مذاکرات بگذاره. دوما میتونه برداشتن تحریم‌های هدفمند رو مشروط به رسیدن به حد اقلی از اصلاحات حقوق بشری بکنه. سوما میتونه مذاکرات غیر رسمی و همزمان داشته باشه که شامل رهبران جامعه مدنی در ایران بشه. و آخرین اینه که آمریکا، کانادا و اروپا میتونن سعی بیشتری برای برپایه عدالت در رابطه با جنایت‌های مسئولین جمهوری اسلامی در دادگاه‌های خودشون بکنن، مثل محاکمه حمید نوری که قرار امسال توی سوئد انجام بشه. جو بایدن در شرایطی دولت را در دست می‌گیرد که آمریکا هنوز در التهاب است. اختلاف و دودستگی در جامعه آمریکا چالش بزرگی برای رئیس جمهور جدید خواهد بود. در چنین فضایی تمرکز دولت ایالات متحده بر مسائل خارجی ممکن است به پای وعده‌هایش نرسد. اما برای جو بایدن که میگوید هدفش ترمیم چهره آمریکا در عرصه بین المللی است،
چند ماه نخست ریاست جمهوریش معلوم می‌کند چه اندازه می‌تواند برای تحقق این وعده‌ها عمل کند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. چهارشنبه گذشته با سوگند خوردن جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، ریاست جمهوری دونالد ترامپ به پایان رسید. 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده که خودداریش از پذیرش شکست در انتخابات، آشوب و اغتشاش هوادارانش را به کنگره کشاند و جان 5 نفر را گرفت. ریاست جمهوری آقای ترامپ به همان اندازه که پایان پرجنجال داشت، آغاز پرهیاهویی هم داشت. میراث دونالد ترامپ چیست و از 4 سال ریاست جمهوری او در جامعه و سیاست آمریکا چه باقی میماند؟ گزارشی از مهنوش پورزیایی، خبرنگار ما در واشنگتن. در کنار هم سرنوشت آمریکا و جهان را برای سالهای متمادی رقم میزنیم. 4 سال پیش نه آنها که از پیروزی دونالد ترامپ مبهوت بودند و نه کسانی که با هیجان سخنرانیش را بر سکوی قدرت میشنیدند، نمیدانستند این ادعای رئیس جمهوری تا کجا به حقیقت گره خورده است. پیش از او 44 رئیس جمهوری دیگر در این راه قدم گذاشته بودند، اما ترامپ از همان ابتدا نشان داد که به سنت‌های سیاسی و قراردادهای نانوشته واشنگتن وقعی نمی‌نهد. او مرز واقعیت و دروغ را مثل آب خوردن جابجا می‌کرد. راستی آزمایان رسانه‌های آمریکا دست کم 23 هزار دروغ او را در 4 سال گذشته ثبت کردند. آقای ترامپ نه از دلخور کردن متحدان دیرینه آمریکا ابا داشت و نه از همنشینی با رقبا و دشمنانش. The United States will withdraw. آمریکا از پیمان آب و هوایی پاریس کنار می رود. او پیمان‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشت، مدارک مالیاتیش را هیچگاه منتشر نکرد و اختیارات ریاست جمهوری را تا حد ممکن در جهت منافع شخصی و گروهی به کار گرفت. برای حامیانش روی دیگر سکه مهم بود. کسانی رو داریم اخراج میکنیم که باورتون نمیشه. اینا آدم نیستند، حیوانند. عملاً بی تجربگی سیاسی دونالد ترامپ از نظر برخی مشاورانش به یکی از بهترین ویژگی‌های او تبدیل شد. او که به حاله رازآلود و مخدوش نشدنی پروتکل‌ها و سنت‌های سیاسی بی‌اعتنا بود، توانست بخشی از وعده‌های مهمش را بی هراس از فریاد نخبگان سیاسی و انتقاد رسانه‌ها پیش ببرد. روزهایی که از آمریکا سوء استفاده می‌کردند تمام شده. با جنگ تعرفه‌ها، کسر تراز تجاری با چین را به کمترین میزان در بیش از 2 دهه گذشته رساند. بیش از 200 قاضی فدرال محافظه‌کار را در دادگاه‌های مهم کشور از جمله دادگاه‌های فرجام‌خواهی منصوب کرد. 3 قاضی ارشد که با حکم او بر کرسی دیوان عالی نشستند، اکثریت را در عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور از آن محافظه‌کاران کردند. مجموع این انتصابات می‌تواند برای نسل‌های متمادی سمت و سوی جامعه و حقوق مدنی در آمریکا را تغییر دهد. در زمینه محیط زیست، آقای ترامپ اراضی فدرال را برای استخراج نفت و گاز در ازای قیمت ناچیزی به شرکت‌های نفتی اجاره داد. تنها در 3 ماهه آخر دولتش 3000 مجوز استخراج در این اراضی صادر شده که احتمالاً عمری طولانی تر از دولت جو بایدن خواهند داشت. در آستانه شروع به کار دولت جدید، جامعه دوشقه شده آمریکا و سایه ناامنی، خشونت و حتی جنگ داخلی میراث دیگر دونالد ترامپ است. بی‌اعتنایی او به مصلحت و نزاکت سیاسی جمع قابل توجه دیگری از آمریکایی‌ها را متحد کرده. در میان آنها نژادپرستان و راستگرایان افراطی که مدت‌ها در حاشیه بودند، او را حامی خود یافتند و در پی شکست در انتخابات برای نگه داشتن او در قدرت به کنگره یورش بردند و یکی از دلهوره آورترین روزهای پایتخت را در تاریخ معاصر این کشور رقم زدند.
نیروهای گارد ملی حالا جای قانونگذاران در تالارهای کنگره مستقرند تا نظم و آرامش را به صحنه قانونگذاری آمریکا بازگردانند. جو بایدن که دهه‌ها در همین تالارها کار کرده می‌خواهد راه را برای برقراری دوباره پیمان‌های از هم گسسته و بست زدن پل‌های شکسته هموار کند. شاید همه چیز در پایتخت ظاهری نو بیابد، اما خروج ترامپ از کاخ سفید اوراق سیاست در آمریکا را به 4 سال پیش باز نمی‌گرداند. ترامپیسم در این 4 سال صحنه بازی سیاست در آمریکا را برای همیشه تغییر داده است. مهنوش پورزیایی، بی بی سی، واشنگتن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا 1 هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.